سلام به دوستداران و همراهان عزیز موجی شو. نمیتوان با آنچه از دل این سرزمین اجدادی تا به حال بیرون کشیده شده ادعا کرد که بزرگترین گنج جهان متعلق به ماست، اما میتوان با رجوع به استنادات تاریخی به این نتیجه رسید که تا پیدا کردن بزرگترین گنج ایران راه درازی داریم. آنچه که مورخان داخلی و خارجی درباره ایران و خزاین پادشاهان قبلی نوشته اند، این طور برمی آید که گنجی بزرگ در دل خاک مدفون است و ما تنها کمی از وجود آن اطلاع داریم. در این ویدیو نگاهی داریم به راز محل دفن گنجینه گمشده داریوش، بزرگترین گنج جهان در ایران. پس این ویدیو رو از دست ندید و تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. اگر در فضای اینترنت بزرگترین گنج‌های گمشده دنیا را جستجو کنید، خواهید دید که این لیست یک گنجینه بسیار بزرگ را در خود کم دارد و این بزرگترین گنج ایران است که گم شده و هنوز هم پیدا نشده است. برخی از کارشناسان باستانشناسی حتی میگویند که این گنجینه ممکن است که بزرگترین گنج زمان در جهان هم باشد و بیشک در ایران مدفون شده است و سرنوشتی که ما از آن سراغ داریم این است که یکی از بزرگترین گنج‌های پیدا نشده و موجود در جهان است. حال به نظر شما این گنج مدفون در کجای ایران است؟ بر اساس اطلاعات تاریخی بزرگترین گنج ایران یا گنجینه پادشاه بزرگ ایرانیان در زمان سلسله هخامنشیان داریوش سوم هخامنشی که در بین سالهای 380 تا 330 قبل از میلاد پادشاهی و زندگی می کرده است، شاید بزرگترین گنج تمامی دورانها در سراسر جهان باشد. این گنج بسیار بزرگ از دوران ایران باستان که در دست پادشاهان هخامنشی بوده است را سرنوشت‌های مبهمی همراه کرده است. میگویند که بخشی از این گنج را امپراتوری مقدونیان اسکندر کبیر که در بین سالهای 232 تا 356 قبل از میلاد مسیح میزیسته است، زمانی که در سالهای حدود 334 قبل از میلاد در زمان قلمروی پادشاهی ایرانیان در زمان امپراتوری هخامنشیان و حمله‌ای که به ایران صورت داد را به تسخیر خود درآورد و با خود از ایران خارج کرده است. او این گنجینه‌های با ارزش را در شوش، آسوس که در حال حاضر شهری در مرزهای کشور ترکیه فعلی است، دمشق و تخت جمشید را چپاول کرده است و به تاراج برده است. امپراتور فاتح ایران هخامنشی اسکندر کبیر تنها در بخش تخت جمشید با خود در حدود 9000 تالنت طلا و 4000 تالنت نقره به غنیمت گرفت و با خود به تاراج برده است. در واقع با احتساب این مقدار با معیارهای امروزی، اسکندر مقدونی در حمله به ایران و قلمروی امپراتوری هخامنشیان فقط از یک بخش بیش از 1000 تن یا به حساب سرانگشتی دیگر بیش از 50 کاروان بزرگ از حیوانات بارکش که فقط غنیمت یکی از شهرهای ایران را با خود حمل می کرده اند را برده است. البته بهتر است بگوییم که به تاراج برده است. البته داستان تاراج این گنج ها به همین جا ختم نمی شود. مورخ و وقایع نویس باستانی یونانی به نام دیودور درباره یورش اسکندر به ایران این گونه می گوید که پس از یورش اسکندر به ایران و نابودی و تاراج ثروت های ایرانیان و خراب کردن آبادی شهرهای ایران، اسکندر سرنوشت دیگری را علی‌رغم آنچه ما انتظار داریم رقم می زند. او میگوید که اسکندر کبیر گنج‌های حاصل از تمام گنجخانه‌های تسخیر شده در ایران را بر بیش از 3000 شتر بارکش و 10000 جفت قاطر که در مجموع بیش از 23000 حیوان بارکش می‌شود را سوار بر کشتی کرد و به کشور خود برد.
اسکندر در آن زمان در ایران بدون احتساب بخشی از گنجهایی که داریوش سوم به نقاطی امن برده بود، گنجی بالغ بر 750 هزار تالنت که بر حسب معیارهای فعلی حدود 19650 تن و تقریبا 980 کامیون باری که 20 تن بار مملو از طلا و نقره را حمل می‌کردند به غنیمت گرفت و تمام این گنج را به سرزمین خود برد و این بدون احتساب سنگ‌ها، جواهرات و هزاران شیء گرانبهای دیگری بود که در این گنجینه‌ها وجود داشت. نگارش های باستانی به ما می گویند که وقتی اسکندر بعدها با ارتش خود به مصر لشکر کشی کرد، دستور داد که سپرهای حفاظتی سربازانش را با نقره خالص آبکاری کنند، که علت آن این بود که آن همه نقره ای را که از ایران به تاراج برده بود را این گونه به رخ بکشد و در واقع نشانی از عظمت غارت لشکر مقدونی در ایران باستان بود. در نظر شما سرنوشت آن قسمت از گنجینه‌های ایران که به دست داریوش سوم پنهان شده بود چه شد؟ داریوش سوم آخرین پادشاه سلسله هخامنشیان با کاروان کوچکی از گنج‌هایش به اقامتگاه تابستانی خود در حکمتانه که شهری تاریخی است و امروز شهر همدان است رفت. بنا به اسناد باستانی موجود، داریوش هخامنشی قبل از آن که بمیرد، دستور داد که تمامی طلاها، نقره‌ها و اشیای قیمتی دیگر را در نزدیکی شهر دفن کنند. وقتی که اسکندر اقامتگاه تابستانی را به تسخیر درآورد، هیچ اثری از گنج داریوش بر جای نمانده بود. اسکندر نیروهایش را وادار کرد هفته‌ها در اطراف شهر به دنبال گنج مدفون بگردند که در اصل جستجویی بی حاصل و بی نتیجه بود. این گنجینه بزرگ به گفته کارشناسان حدوداً نصف دارایی هخامنشیان بوده است. 250 سال بعد، سردار رومی مارکوس لیزینیوس کراسوس به جستجوی این گنجینه طلا پرداخت و برای آن حتی با پارتا یکی دیگر از اقوام آسیای صغیر وارد جنگ شد و به نتیجه ای نرسید. بعد از او پارتا، سرداران رومی جولیوس سزار، مارکوس آنتینیوس و همچنین امپراتوری روم همگی به دنبال گنج داریوش گشتند و به هیچ نتیجه ای نرسیدند. آخرین بار که تلاشی برای پیدا کردن این گنج صورت گرفت، در سال 1352 بود که به هیچ نتیجه ای نرسید. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.